سلام دوستای عزیز، دخترها و پسرای گلم تو کلاس شیشو. سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشید. همراه باشه با سلامتی و موفقیت برای خودتون و خانوادتون. بچه های عزیز، امروز جلسه صفر TNT رو داریم. این آخرین فرصت هاییه که قبل از آزمون دارید که خودتون رو آماده کنید. پس خیلی خوب به مطالب گوش کنید. ما مطالب دوره جامعه رو یه ذره مرور میکنیم، یعنی اونا رو میگیم بهتون، و مطالب جدیدتر و سطح بالاتری هم بهتون میگیم که کامل آماده بشید برای آزمون مدارس خاص از جمله تیسوشان. پس این فرصت ها رو از دست ندید و خیلی خوب به کلاس گوش کنید. امروز میخواییم در مورد حل مسئله و بخش منطقش سوال حل کنیم. تو طرح جامعه هم داشتیم، ولی خب سوالای امروز یه مقدار سخت تره. بریم ببینیم. اسمش هست پتومت. بچه پتومت همونطور که میبینید دوتا برادر دوقلو هن. اینا خیلی به معماق و منطق و اینجور چیزا علاقه دارن. به این خاطر اومدن برای خودشون یه قانونی گذاشتن. پتومت دو برادر دوقلو هستن. آنها کاملا شبیه هم هستن و تنها تفاوتشان اینه که پت فقط در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه دروغ میگه. پت فقط تو روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه دروغ میگه. ولی مت فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه و شنبه دروغ میگه. پت دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه، مت پنجشنبه و جمعه و شنبه. آنها در روزهای دیگر هفته راست میگویند. یعنی روزهای دیگه هفته اینا راست میگن. پت که دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه دروغ میگه، پنجشنبه و جمعه و شنبه و یکشنبه راست میگه. حالا مت که پنجشنبه و جمعه و شنبه دروغ میگه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه راست میگه. حتی اینا این قانون رو گوشن که بازی کنن با هم دیگه. حالا ما تو هر کدوم از این معماها بر اساس جمله هایی که گفته شده هم باید اینا رو تشخیص بدیم، یعنی بفهمیم کی مته کی پته، هم این که بفهمیم این جمله هایی که گفته شده تو چه روزی گفته شده. مثلا دوتا جمله معمای یک تو یه روز گفته شده، ما باید ببینیم که آ کی بوده، ب کی بوده، و این روزی که این دوتا این جمله رو گفتن چه روزی از هفته بوده. خب من دو سه دقیقه وقت میدم بهتون شما اینو حل کنید. خیلی ممنون بچه‌های عزیز، خیلی ممنون. نداره بچه، بخشنامه آزمون تیسوشان اومده. لطفاً فکر کنم تو پنل براتون گذاشتن.
بله حتما وصلتون میکنیم، یه ذره فکر کنید ببینید که تو چه روزی از هفته میتونستن این دوتا این جمله رو بگن و آ کیه ب کیه. نه بچه این دوتا جمله تو یه روز گفته شده، یعنی نمیشه بگیم آ جملهشو سه شنبه گفته به چهار شنبه، نه جفت این جمله ها تو یه روز گفته شده. خب داره جوابا میرسه. نه هر دوشون نمیتونن پت باشن، یکیشون پته یکیشون مته. بچه خیلی خوب به سوال گوش کنید ها، انگار دقتتون پایینه. یکیشون پته یکیشون مته و این دوتا جمله تو یه روز گفته شده. شما باید بگید که کدوم پته کدوم مته و این دوتا جمله تو چه روزی گفته شده. کدوم پته کدوم مته و این دوتا جمله تو چه روزی گفته شده؟ خب فکر کنم الان یه نفر داوطلب شه بیاد. بچه ها یه نفر داوطلب شه. سلام استاد. سلام، حال شما خوبه؟ ممنون، مرسی. خودتون رو معرفی میکنید؟ فرناز نظری هستم، استاد کرمانشاه. خیلی عالیه فرناز خانم، مرسی. خب فرناز جان بفرما بگو که چطوری حل کردی سوالو. خب استاد گفته پس اومد دو برادر دوقلو هستن، آنها کاملا شبیه هم هستن و تنها تفاوتشان این است که پس فقط در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه دروغ میگه، ولی مت فقط در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه دروغ میگوید. آنها در روزهای دیگر هفته راست میگویند. خب استاد من اومدم روی کاغذ اینا رو جداسازی کردم. من فردا دروغ خواهم گفت. پس این یعنی پت هستش. شنبه داخل پت هستش. پته و چه روزیه این روز؟ سه شنبه. سه شنبه. از کجا فهمیدید؟ چون که استاد من طبق روز هفته این که خودمون داخل شرسیم حساب کردم. خودمون داخلش هستیم؟
بله، منظورم که شنبه دوشنبه بود. آن نه ببین این سوالو ببین آ کی میتونه این حرفو بزنه؟ آ کیه؟ اصلا آ کیه؟ استاد روزانی آی که میتونی حرف رو بزنه که پت نگفته باشه. امروز این روزی که این حرف رو گفتن چه روزی بوده؟ سه‌شنبه. خب بیا بررسی کنیم. سه‌شنبه بوده. آ کی بوده؟ پت. آ پت بوده. تو سه‌شنبه گفته من دیروز دروغ گفتم، فردام دروغ میگم. راستشو گفته دیگه، درسته؟ بله. ولی سه‌شنبه روز دروغگویی پته. یعنی پت سه‌شنبه ها دروغ میگه. خب استاد اگه بخوایم اگه چهارشنبه باشه من نه فردا اینطوری دروغ. ببین این که من فردا دروغ آن ببخشید آن بی رو گفتی اینو گفتی گفتی من فردا دروغ خواهم گفت. آه اگه پت باشه تو سه‌شنبه این حرفو بزنه راستشو گفته، ولی سه‌شنبه نمیتونه راستشو بگه. سه‌شنبه روز دروغگوییشه. بله بس سه‌شنبه. حالا شاید سه‌شنبه باشه این مثلا مت باشه، ولی کلا سه‌شنبه نیست. چون اگه سه‌شنبه باشه سه‌شنبه روز راستگویی مته. داره میگه من فردا دروغ، یعنی من چهارشنبه دروغ میگم، ولی مت چهارشنبه ها دروغ نمیگه. پس کلا سه‌شنبه نیست. یه فرضیه جدید براش در نظر بگیریم. خب مثلا یا پت در نظر بگیریم که میگه من فردا دروغ خواهم گفت، دوشنبه در نظر بگیریم. خب اینجوری حالتامون خیلی زیاد میشه، درسته؟ میتونیم اینطوری حلش کنیم. نگاه کنید، خب الان شما میگی چطوری حلش کنیم؟ میخوای حالت بندی کنیم دیگه. یه بار بلد. آ رو بگیریم پت، یه بارم بگیریمش مت، درسته؟ بله. خب من حرف شما رو گوش میکنم. خب استاد ما آره وقتی که پت در نظر بگیریم و روز سه‌شنبه حذف میشه. خب اجازه بگیر، اجازه بدید. قلمش هم خوبه. هیچ آ رو من میگیرم پت، ب رو میگیرم مت. خب الان چه اتفاقی میفته؟ پت گفته من فردا دروغ خواهم گفت، مت هم گفته من دیروز دروغ گفتم و فردا دروغ خواهم گفت. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که وقتی که برای آب یعنی فکر کنیم من روز سه‌شنبه است که فردای چهارشنبه در نظر بگیریم، بعد حالا میایم برای بی میگه که من دیروز دروغ گفتم و فردا دروغ خواهم گفت، که اگر اینطوری بخوایم بگیم بگم پنجشنبه بشه. آها اجازه بدید اینجوری بچه حلش کنیم. مرسی، من اینو حل کنم براتون که قشنگ یاد بگیرید. بچه ها میتونیم حالت های مختلف بگیریم. آ رو بگیرم پت، ب رو بگیرم مت. ببینید آ رو بگیرم پت، ب رو بگیرم مت. پت گفته من فردا دروغ خواهم گفت. این جملهش یا درسته یا غلطه. اگر درست باشه یعنی الان داره راستشو میگه که من فردا دروغ خواهم گفت. اگه راستشو بگه میشه یک شنبه. چون راستشو داره میگه من فردا دروغ میگم، یک شنبه است که پت داره راست میگه، میگه من فردا دروغ میگم. خب
اگر دروغ گفته باشه این جملهش چی؟ یعنی این جمله‌ای که من فردا دروغ خواهم گفت خودش دروغ باشه. یعنی پت الان داره دروغ میگه. این جملهش غلطه چون فردا روز راستگوییشه. پس نتیجه میگیریم این روزی که این حرف زده چهارشنبه است. داره دروغ میگه چون فردا روز راستگوییشه. پس اگه این پت باشه این متن میشه چهارشنبه. این جمله رو یا یک شنبه گفته یا چهارشنبه. خب بریم سراغ مت. ببینیم که مت چه روزی میتونسته این حرفا رو بزنه. مت گفته من دیروز دروغ گفتم و فردا هم دروغ خواهم گفت. اگه جملهش راست باشه، دقت کنید، اگه جملهش راست باشه هم دیروز دروغ گفته هم فردا دروغ میگه، یعنی باید روز جمعه گفته باشه. روز جمعه نمیتونه جمله راست بگه، روز دروغگوییشه. پس این جملهش راست نیست. این جملهش قطعاً چیه؟ دروغه. جملهش چیه؟ دروغه. خب این دروغ داره میگه که من دیروز دروغ گفتم و فردا هم دروغ خواهم گفت. از اینجا چه نتیجه‌ای میگیریم؟ داره یه جمله دروغ رو میگه مت. یا پنج شنبه است یا شنبه. یا پنج شنبه است یا شنبه. ببینید، فهمیدیم این جمله اگه راست باشه باید تو روز جمعه گفته شده باشه. خب روز جمعه هم که روز دروغگویی مته، نمیتونه جمله راست رو بگه. پس این جمله قطعا دروغه. حالا روزیه که مت داره دروغ میگه و جمعه نیست. یا پنج شنبه است یا شنبه است. چون این دوتا جمله تو یه روز گفته شده و هیچ اشتراکی با هم ندارن، از جمله اول میفهمیم یا یک شنبه بوده یا چهارشنبه، از جمله دوم میفهمیم یا پنج شنبه بوده یا شنبه. نتیجه میگیریم که اینا پتومت رو اشتباه گذاشتیم. بالایه باید مت باشه، آ مته دیگه، اینو مطمئنیم، به پته. خب مت گفته من فردا دروغ خواهم گفت. اگه راستشو بگه چهارشنبه است، یعنی الان داره راست میگه و فردا دروغ میگه. فقط چهارشنبه است که الان راست میگه فردا دروغ میگه. یا الان داره دروغ میگه، جملهش دروغه و فردا راست میگه، که میشه شنبه. پس از جمله متن میفهمیم که یا چهارشنبه است یا شنبه است. حالا میریم سراغ پت. پت گفته من دیروز دروغ گفتم و فردا هم دروغ خواهم گفت. اگه جملهش راست باشه یعنی سه شنبه است، ولی روز سه شنبه روز دروغگوییشه، نمیتونه. پس جمله دوم قطعا دروغه. روز دروغگویی پته که سه شنبه هم نیست، چون سه شنبه باشه جملهش راست میشه. روز دروغگوییشه، نتیجه میگیریم که یا دوشنبه است یا چهارشنبه. خب پس الان نتیجه گرفتیم، فهمیدیم که آمته به پته و این روزی که اینا این حرف رو زدن چهارشنبه بوده. اینا این جمله هاشون رو تو روز چهارشنبه گفتن.
حالت بندی کردیم، دو حالت، یه بار اونو گرفتیم پت اینو مت و نتیجه گرفتیم. خب بچه‌ها میخوام اینو از یه راه، چون این یه دونه رو من حل میکنم، میخوام از یه راه ساده تر بگم، یعنی اون حالت بندی اولیه رو نریم ما. ببینید میخوام از اول اینو حل کنم، این خیلی مهم، نکته جالبی داره. من دیروز دروغ گفتم و فردا هم دروغ خواهم گفت. این جمله قطعاً غلطه، چون اگه راست باشه بین دو روز دروغگوییشونه اون روز هم دروغ داره میگه. پس این جمله قطعاً دروغه، این جمله دروغه. یه زب در میزنم. وقتی تو یه روز، حالا نمیدونم این پته یا مته، ولی مطمئنم این جمله دروغه، تو یه روزی که یکیشون داره دروغ میگه، چون اینا روزاشون با هم مشترک نیست، اون یکی حتما راستشو میگه، اون یکی حتما راستشو میگه. پس این جمله راسته که من فردا دروغ خواهم گفت، این جمله حتما راسته. حالا اگه پت باشه، الان راست میگه و فردا دروغ میگه، میشه دوشنبه. اگه مت باشه میشه چهارشنبه. اگه پت باشه میشه دوشنبه، اگه مت باشه میشه چی؟ چهارشنبه. حالا اینجا رو نگاه کنیم، اینجا رو نگاه کنیم، این جمله دروغه، این جمله دروغه. اینو بالا نوشتم پت دیگه، اینو نوشتم مت، درسته؟ اگر دوشنبه باشه، این روز دوشنبه باشه، نگاه کنید اینو، نگاه کنید اینو، و این پت باشه، میبینید نمیشه، با این جور در نمیاد، با این روزاش که این دروغ بگه جور در نمیاد، چون دوشنبه روز راستگویی اونه. اگر مت باشه که چهارشنبه میشه، درسته، چهارشنبه روز دروغگوییه، پته، جور در میاد. پس جواب اون میشه چهارشنبه و این مت اون پته. این راه حل کوتاهش بود. بچه سوال بعدی رو حل کنید. خیلی جالبه، امروز یک شنبه نیست، یکیشون گفته امروز یک شنبه نیست، یکیشون هم گفته امروز دوشنبه نیست. اینا بازم دوتا جمله رو تو یه روز گفتن و یکیشون پته، یکیشون مته. و ببخشید حسنا خانم، الان دوباره درخواست بدید احمد رضا همتی سوال داره وصلش کنیم. سلام. سلام، خوبی؟ ممنون.
بفرما. من سوال قبلی راحل دوم نفهمیدم. راحل دوم رو نفهم، مثل همون راحل اوله، فرقی نمیکنه، کوتاه‌ترشه. بلش که همون اولی رو متوجه شدی کافیه. خدا نگهدار. مرسی. آفرین هلیا خانم، آفرین هلیا خانم، آفرین محمد یاسین، آفرین آراد، به به مهدی واحدیان، آفرین روزبه مسلمی، آفرین آفرین ماهور احمدی، خیلی عالیه بچه ها، مهدی واحد خیلی عالیه، آفرین آفرین، چقدر زود یاد گرفتید، خیلی عالیه. ببینید اینا سوال همینجاست، نوشتیم سوالو، سوال متن سوال این بالاست، شما باید بگید که این آ کیه ب کیه، یکیشون پته یکیشون مته، و این دوتا با هم مثلا همزمان این جمله رو گفتن. اون روزی که این جمله رو گفتن چند شنبه است؟ همین. خیلی عالی بود. آفرین مها محمودی، آفرین سمیرا آخوندی، بذارید یه ذره دیگه بچه ها رو یه ذره دیگه بچه ها حل کنن بعد میارمتون. چقدر قشنگ و زود حل کردید، خیلی خوشحالم کردید، آفرین آفرین. معلومه که راه حل خلاقانه زدید، حالت بندی نرفتید، آفرین آفرین. الین ابراهیمی آفرین آفرین. امیر عباس علی بیگی آفرین. امیر محمد صالحی، حسنا صادقی آفرین بچه، آفرین. مهدی رحمتی ظاهر آفرین آفرین. بچه یه ذره تمرین کنید یاد میگیرید، نگاه کنید الان خیلی راحته برای بچه هایی با هوش شما، خیلی راحته. یه ذره نباید از سوال بترسید، از سوال نباید بترسید، نهایتش اینه که حالت بندی میکنید. یه نفر داوطلب شه بیاد رو خط. سلام. سلام پسرم، خوبی؟ بله. صدای بلنگو تو قطع کن که صدا کنش. وقتی بلنگو قطع کنه صدا شما برای من قطع میشه. هنسفری بزن. داری؟ آره آنو میزنم. بزن پسر. الان صدا خوبه؟ بله الان خوبه. بفرما. گفته که پتومد و برادر مثل دفعه خب گفته روزهاشا. بله. حالا اونو که نمیخواد بخونی. بله. ای گفته که امروز یک شنبه نیست، بی گفته امروز دوشنبه نیست. من اول اومدن خواستم بررسی کنم، گفتم ای رو اول مد در نظر بگیرم، بی رو پد در نظر بگیرم. خب گفتم اگر ای مد باشه بی پد، قطعا یکیشون راست گفته، پس روزای ما یکی هست، روزای ما یکیشون درست گفته بین ای و بی، یکیشون دروغ گفته. اگه ای مد باشه امروز گفته باشه دوشنبه نیست، چیزی نمیفهمیم. میریم بی پد میگه امروز دوشنبه نیست، میگیم اگه امروز دوشنبه باشه پد دروغ میگه، چون که دوشنبه روز دروغگوی پده، پس یعنی امروز دوشنبه میتونه باشه. مد وقتی میگه امروز یکشنبه نیست، چون که دوشنبه روز راستگوی مده، پس امروز هم یکشنبه نیست و روز ما دوشنبه هم هسته.
حالت دیگهش؟ حالت دیگه شو نفهمیدم. نه یه حالت دیگه هم گفتی بررسی میکنیم دیگه. الان پت و مت گرفتی، یعنی مت و پت گرفتی. حالا پت و مت بگیری چی میشه؟ پت و مت بگیریم، پت میگه امروز یکشنبه نیست، مت میگه امروز دوشنبه نیست. اگه پت بگه امروز یکشنبه نیست، خب اگه امروز دوشنبه باشه پت میگه یکشنبه نیست، چون که دوشنبه روز دروغگوی پته، پس امروز دوشنبه میتونه باشه. وقتی مت میگه امروز دوشنبه نیست، چون که دوشنبه روز راستگوی روز راستگوی مته، پس نمیتونه امروز دوشنبه باشه، چون که مت داره راست میگه و گفته دوشنبه نیسته. مرسی، خیلی عالی بود، مرسی، جوابو کاملا درست گفتی. بچه نگاه کنید، من یه طوری توضیح میدم متوجه بشید. جمله اول قطعا دروغه. امروز یک شنبه نیست. ببخشید، معذرت میخوام، من حواسم نبود. جمله اول قطعا راسته. جمله اول قطعا راسته، چون اگه دروغ باشه یکی از اینا داره یک شنبه دروغ، یعنی باید یک شنبه باشه و یکیشون داره دروغ میگه، ولی تو یک شنبه جفتشون راست میگن. یک شنبه روز راستگویی جفتشونه. پس اگه جمله اول دروغ باشه، یعنی اون روز باید یک شنبه باشه، یکیشون داره دروغ میگه، این امکان پذیر نیست. پس امروز یک شنبه نیست درسته. حالا که یکیشون داره راست میگه و اون روز هم یک شنبه نیست، چون اگه یک شنبه باشه اون یکیشون هم راست میگه، تو یک شنبه جفتشون راست میگه. حالا که یکیشون داره راست میگه، اون یکی داره دروغ میگه. اون یکی میگه امروز دوشنبه نیست. چرا؟ امروز دوشنبه است، تو داری دروغ میگی. پس نتیجه میگیریم دوشنبه است، دوشنبه کی دروغ میگه؟ پت. اینم مته. بچه یه بار دیگه راه حل کوتاه اینو میگم. تو روز یک شنبه اینا جفتشون راست میگن، تو روزهای دیگه یه هفته یکی راست میگه یکی دروغ میگه، فقط یک شنبه است که جفتشون راست میگن. جمله اول گفته امروز یک شنبه نیست، قطعا درسته، چون اگه غلط باشه اون وقت آ دروغ گفته. تو روز یک شنبه آ دروغ گفته، نداریم همچین چیزی، تو یک شنبه جفتشون راست میگن. پس جمله اول درسته و اون روز یک شنبه نیست. روزیه که یک شنبه نیست و یکی داره راست میگه، پس اون یکی داره دروغ میگه. اون یکی میگه امروز دوشنبه نیست، پس دوشنبه است، روزمون دوشنبه است. کی دوشنبه دروغ میگه؟ پت. کی راست میگه؟ مت. سوال سه، بچه یه 3-4 دقیقه قشنگ فکر کنید. دلم میخواد همه درست جواب بدن، دلم میخواد همه این سوال رو درست جواب بدن.
بچه ها عجله نکنید، حیفه. آفرین آفرین، خیلی ها دارن درست میگن. بچه ها اکثرا دارید روزش رو درست میگید، روزش رو اکثرا دارن درست میگن. آفرین عسل اکبری. آفرین ماهور احمدی کامل درست کن. حتی بازم گفتن ها، مهدی رحمتی زاهدم درست گفت. من بعضی ها رو میبینم دیگه بچه ها. آفرین روزبه مسلمی. آفرین امیر عباس علی بیگی. آقای امیر عباس علی بیگی، شما مگه تغییر پایه دادی اومدی ششم؟ امیر عباس علی بیگی، خب سنا قاسمی داوطلب بشه. سلام استاد. سلام، خوبی سنا جان؟ استاد من عسل اکبری هستم. عسل اکبری. خب استاد صدای من میاد؟ بله بفرمایید. خب استاد اول پت و مت در نظرش میگیم، یعنی ام میگیم پت، بی میگیم مت. استاد ما از اونجا که فهمیدیم یک شنبه روزی که هر دوتاشون راست میگن، پس اگه پس باشه مت راست میگه که امروز یک شنبه است. خب مت گفته امروز سه شنبه است. استاد مت همیشه سه شنبه ها دروغ میگه، پس حرفش اشتباهه. نه اجازه بده که نه شما اشتباه گفتی. سنا قاسمی بیاد. عرفان بیا، عرفان بیاد، عرفان تقاضا بده. عرفان تقاضا بده دیگه. آفرین محمد یاسین احمدیان. بچه ها دیگه هر کس تقاضا بده اینجا
وصلش میکنن دیگه، دست من نیست، من وصل نمی کنم شما رو. یه نفر دیگه بیاد. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ بله من. خودتون رو معرفی میکنید؟ من مهدی واحدی هستم. آقای واحدیان، خوبی مهدی جان، از کجا تماس میگیری؟ از یزد. از یزد، سال نوت هم مبارک باشه. بچون بگو چی حل، چطوری حل کردی؟ من گفتم که این روز سه شنبه است و ایلی میشه پت میشه مت. خب از کجا فهمیدی؟ چون که اگه سه شنبه باشه و پت به که امروز یک شنبه اصلا دروغ گفته، چون سه شنبه روز دروغ بود پته. خب حالا از کجا مطمئنین این درسته؟ خب آها بیشم که مت باشه درست گفته، امروز ششم بست. آها مرسی، خیلی ممنون، کاملا درست گفتی. حالا من راه حلشو به بچه ها میگم. بچه ها همونطور که میدونیم یک شنبه جفتشون راست میگن. آ گفته امروز یک شنبه است، اگه یک شنبه باشه بی هم باید راست بگه دیگه، ولی بی گفته امروز سه شنبه است، پس یک شنبه نمیتونه باشه، چون تو یک شنبه جفتشون باید راست بگن، پس این جمله دروغه. این جمله چیه؟ دروغه. یک شنبه نیست، پس روزی نیستش که جفتشون راست میگن، یکیشون راست میگه یکیشون دروغ. حالا که این دروغ میگه اون یکی راست میگه، سه شنبه است، پس روزمون میشه سه شنبه. کی تو روز سه شنبه راست میگه؟ کی تو روز سه شنبه دروغ میگه؟ آ میشه پت، ب میشه مت. خب بریم سراغ سوال بعد. اینم خیلی آسونه بچه ها. بچه خیلی آسونه، یعنی یه ذره دقت کنید راحت سوالا حل میشن. من نگاه نمی کنم چون می دونم سریع حل کنید، خیلی سریع غلط حل می کنید. قشنگ فکر کنید حالت بندی هاش، یا حالت بندی یا بدون حالت بندی، قشنگ که پیدا کردید بعد من جواب ها رو چک می کنم.
درخواست بخوای بدی باید تماس با استادو بزنی، بعد اونجا یعنی درخواست دادی، اینجا درخواست رو میپذیرن. حتی خیلی ها درخواست میدن دیگه، حالا شانست باید بگیره. روزبه مسلمی درست گفت، آفرین. بچه همه قسم و آیه میدید، دست من نیستش که، پسر و دخترای گلم دست من نیست، شما تقاضا میدید بعد اینجا وصلتون میکنن، من هیچ نقشی ندارم. دکتر زکریا اشتباه گفتی؟ حالا آقای دکتر اشتباه گفتید، ببخشید. آفرین مهدی رحمتی زاهد. ستایش اشتباه گفتی. النام اشتباه گفتی. هم بعضی ها رو میگن اشتباه گفتن. آها ببخشید من. آفرین محمد آروین محمودی. خب یه نفر بیاد رو خط بچه ها. بچه ها میخواید یه قراری بذاریم؟ راه حل رو من توضیح بدم، شما بیاید جوابو بگید، بگید آ و ب کیا هستن و چند شنبه بوده، اینجوری بهتره. خب یکی سلام داوطلبش. استاد. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. خودتون رو معرفی میکنید؟ فروغ مشتاق فر هستم. از کجا تماس میگیری فروغ جان؟ از اهواز. از اهواز. خیلی ممنون. چه جوابی پیدا کردی؟ جواب من در اومد یک شنبه ای پت و بیمت. آهان اشتباهه، چون اگه یک شنبه باشه الان باید جفتشون راست بگن دیگه، ولی آ گفته دوشنبه یا چهارشنبه است، غلطه، ببخشید. یه آها نفر دیگه بیاد. بچه ها به این نکته دقت کنید که فقط یک شنبه است که جفتشون راست میگن و روزهای دیگه یه هفته یکی راست میگه یکی دروغ میگه. سلام خسته نباشید. سلام، حالت خوبه عرفان؟ بفرما عرفان چی از فامیلیت هم میگی؟ بگو از کجا تماس میگیری؟ به 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 به. خب عرفان اون جواب چی پیدا کردی؟ استاد من مشروع این گرفتم. خب بعد امروز هم که دوشنبه یا چهارشنبه هست و امروز دوشنبه یا یکشنبه هست زنده. مرسی، تقریبا درست گفتی ولی کامل کامل درست نگفتی، مرسی. خب بچه بریم اینو من توضیح بدم براتون. گفتم این نکته خیلی مهمه،
و برمیگرده به اینکه شما سوال تو مشتتون باشه، متن سوال رو خوب خونده باشید، نکات کلیدیش رو در آورده باشید. نکته کلیدی متن سوال اینه که اینا فقط تو یک شنبه جفتشون راست میگن، روزهای دیگه یکی راست میگه یکی دروغ میگه. هیچ روزی هم نیست که جفتشون دروغ بگن. خب آ گفته امروز دوشنبه یا چهارشنبه است، بی گفته امروز دوشنبه یا یکشنبه است. اگر امروز دوشنبه باشه جفتشون راست گفتن، ولی روز دوشنبه روز راستگویی جفتشون نیست. پس این روزی که اینا دارن این حرفو میزنن قطعا دوشنبه نیست، چون اگه دوشنبه باشه جفتشون راست گفتن و تو روز دوشنبه پت دروغ میگه، راست نمیگه، پس دوشنبه نیست. حالا اگه یک شنبه باشه جفتشون باید راست بگن، ولی اون یکی گفته دوشنبه یا چهارشنبه است، جملهش غلط میشه، پس یک شنبه هم نیست. پس این جمله دومی دروغه. این روزی که اینا دارن این حرفو میزنن نه دوشنبه است نه یک شنبه است. پس جمله بالایی باید راست باشه. دوشنبه که نبوده، پس باید چهارشنبه باشه. پس روزمون میشه چهارشنبه. روزمون میشه چندشنبه؟ چهارشنبه. خب چهارشنبه کی راست میگه؟ چهارشنبه کی راست میگه؟ مد. پس بیام میشه پت. خیلی راحت بدون حالت بندی. یه بار دیگه توضیح میدم. یه بار دیگه اینو توضیح میدم. گفتم اگه آ گفته اگه امروز دوشنبه یا چهارشنبه است، یعنی اگه اون روز دوشنبه یا چهارشنبه باشه آ راستشو گفته. بی هم گفته امروز دوشنبه یا یکشنبه است، اگه دوشنبه یا یکشنبه باشه بی راست گفته. دارم میگم دوشنبه نیست، چون اگه دوشنبه باشه جفتشون راست گفتن و تو دوشنبه پت دروغ میگه، پس این روزی که اینا این حرفو میزنن دوشنبه نیست. بعد میگم یک شنبه هم نیست، چون اگه یک شنبه باشه جفتشون باید راست بگن، ولی اگه یک شنبه باشه جمله بالایی غلط دروغه، پس یک شنبه هم نیست. اون روز یک شنبه نیست. خب یکیشون داره دروغ میگه، پس اون یکی باید راست بگه. جمله بالایی راسته، گفته دوشنبه یا چهارشنبه است، دوشنبه که نیست، چون جملهش راسته متوجه میشیم چهارشنبه است. حالا کی تو روز چهارشنبه راست میگه؟ مت. کی دروغ میگه؟ پت. فقط این سوالو دقت کنید، وقتی آ گفته مت دیروز دروغ گفت، دلیل نمیشه بگیم که آ مت نیست و آ پته. این دلیل نمیشه.
بچه ها ممکنه دو تا جواب داشته باشه ها. یه جور حالت بندی اینه که مثلا سه تا حالت بندی میتونید انجام بدید. یکیش اینه که بچه ها آ رو بگیرید پت، ب رو بگیرید مت، یا برعکس. یه جور اینه که جمله ها رو راست و دروغ بگیرید. مثلا یه جمله اول راست باشه، جمله دوم دروغ، جمله اون یکی دروغ باشه، این یکی راست، یا جفتشون راست. چون سه تا حالت داریم، اولی راست دومی دروغ، اولی دروغ دومی راست، یا جفتشون راست. این سه تا حالت وجود داره. یه حالت هم اینه که روزهای هفته رو حالت بندی کنید. ببینید امروز شنبه میتونه باشه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، همینطوری حالت بندی کنید. همه روزها رو بررسی کنید، ببینید تو چه روزی میتونه این حرفا رو بزنن این دو نفر. حالا من سعی میکنم اینو با حالت بندی روزای هفته برم ببینم که چی میشه. یه ذره طولانی تره، ولی خب اون راه هم یاد میگیرید، چون تا حالا با این راه نرفتید. بچه کی میخواد بیاد؟ کی داوطلب میشه؟ سلام استاد. سلام، حال شما خوبه؟ بله ممنون. خودتون رو معرفی میکنید؟ من محمد پارسا بصیری هستم از شهر دامغان. از شهر دامغان. محمد پارسا جان جواب چی بوده؟ من جوابم یک شنبه بوده. خب آ و ب چی؟ آ میگه که من دیروز دروغ گفته. خب آها. الان اگه این پت بگه مت دیروز دروغ گفته، الان دوشنبه گفته که مت دیروز دروغ گفته. نه درست، همون یک شنبه است. ببین یه جوابمون یک شنبه است، یک شنبه کاملا درسته، جفت جمله هام درسته، یعنی دو نفرشون راست گفتن. خب میتونیم بگیم این پت بوده که راجع به مت حرف زده، اینم مت بوده که راجع پت حرف زده. بله. و جفتشون راست گفتن. خب پس یک شنبه میتونسته باشه، درسته؟ بله. روز دیگه ای نمیتونسته باشه؟ چرا ممکنه؟ خب دیگه چی؟ چه روز دیگه ای رو پیدا کردی؟ روز دیگه ای رو پیدا نکردم، ولی ممکنه که روز دیگه ای هم باشه. حالا ما بر مرسی، خیلی ممنون. بعدش من در سوال دو، مگه دوتاشون تا
توی یک شنبه راست نمیگفتن. چرا؟ در سوال دو میشد فکر کنم جواب یک شنبه. امروز یک شنبه نیست. خب این بی گفته که امروز دوشنبه نیست. خب اگه یک شنبه باشه، خب نگاه کن، اگه یک شنبه باشه آ دروغ گفته دیگه. تو یک شنبه نمیتونه که دروغ بگه. آها. خب بریم سراغ سواله. آها. پنج. خب بچه ها یه جوابمون یک شنبه است، درسته؟ من میام از روزهای هفته بررسی میکنم، فرض میکنم روز شنبه باشه. این جمله راسته، مت دیروز دروغ گفته، یعنی جمعه مت دروغ گفته و این روز این جمله رو پت گفته. این رو اینم مت باید بگه روز شنبه باشه. جمله بالا راسته و تو روز شنبه پت راستشو میگه. جمله پایینم راسته ولی تو روز شنبه مت راست نمیگه، پس شنبه نمیتونه باشه. یک شنبه میتونه باشه. دو شنبه، فرض میکنم دو شنبه، پس یکی از جواب هامون یک شنبه بود. دو شنبه گفته مت دیروز دروغ گفت. این جمله دروغه. کی دو شنبه ها دروغ میگه؟ پت. خب پس این باید مت باشه و جملهش راست باشه. گفته پت سه روز دیگه دروغ خواهد گفت. سه روز دیگه میشه پنج شنبه. پت سه روز دیگه دروغ نمیگه. این جمله غلطه ولی باید راست باشه. پس دوشنبه هم نمیشه. نه شنبه شد نه دوشنبه. میریم سه شنبه. مت دیروز دروغ گفته. مت دوشنبه ها دروغ نمیگه. این جمله دروغه. کی سه شنبه ها دروغ میگه؟ پت. پس این باید مت باشه. سه شنبه گفته که پت سه روز دیگه دروغ خواهد گفت. سه روز دیگه، سه روز بعد از سه شنبه میشه جمعه. جمعه روز دروغگوییش نیست. پس سه شنبه هم نمیتونه باشه. پس فعلا یک شنبه داریم. شنبه و دو شنبه و سه شنبه رد شد. چهارشنبه. فرض میکنم این جمله ها تو چهارشنبه گفته شده. مت دیروز دروغ گفته. این جمله دروغه. مت دیروز دروغ نگفت. کی چهارشنبه ها دروغ میگه؟ پت. پس این باید مت باشه و جملهش باید راست باشه. چهارشنبه راست. پت سه روز دیگر دروغ خواهد گفت. چهارشنبه سه روز دیگرش میشه پنج شنبه، جمعه شنبه. غلطه. شنبه روز دروغ و یه پت نیست. پس چهارشنبه هم نمیتونه باشه. میمونه پنج شنبه و جمعه رو باید چک کنیم. حالا فرض میکنم پنج شنبه باشه. مت دیروز دروغ گفت. چهارشنبه روز دروغگویی مت نیست. پس این جمله دروغه. کی پنجشنبه ها دروغ میگه؟ خود مت. درسته؟ پنجشنبه ها خود مت دروغ میگه. پس الان آ مته. بی باید پت باشه. بعد پت میگه پت سه روز دیگر دروغ خواهد گفت. پنجشنبه این حرفو میزنه. سه روز دیگهش میشه پنجشنبه، باید راست بگه. سه روز دیگه میشه جمعه، شنبه، یک شنبه. غلطه. یک شنبه روز دروغگوی پت نیست. پس الان جفتشون میشن دروغ. بازم پنجشنبه هم نشد. جمعه. مت دیروز دروغ گفت. این جمله راسته. مت دیروز دروغ گفت، جمله راسته.
پنجشنبه ها مت دروغ میگه. خب کی جمعه راستشو میگه؟ پت. پس آ میتونه پت باشه، بی باید مت باشه و جملهش باید دروغ باشه. میگه پت سه روز دیگر دروغ خواهد گفت. سه روز دیگه میشه شنبه، یک شنبه، دو شنبه. دو شنبه پت راست دروغ میگه. پس این جمله هم درسته، جفتشون درست میشن تو روز جمعه، غلط نداریم. پس همه روزهای هفته رو بررسی کردیم، این دوتا جمله فقط تو روز یک شنبه میتونسته گفته شده باشه. حالا فرقی هم نمی کنه، یکیشون پت یکیشون مت، چون جفتشون راست گفتن فرقی نمی کنه کدوم پت باشه کدوم مت. بریم سراغ سوال بعدی. گفته من جمعه ها دروغ میگویم، اون یکی هم گفته من دوشنبه ها دروغ میگویم. بچه این که چه روشی خوبه چه روشی خوب نیست به شما برمیگرده و به سوال. ممکنه اون حالت، مثلا اون روش حالت بندی توی یه سوالی خوب باشه توی یه سوالی خوب نباشه. بچه هوش ریاضی هم داریم دیگه، یعنی مثلا عدد بعدی چیه یا تو شکل میدن، اونا هم کامل کار میکنیم، به اونا هم میرسیم. از هر روش حالت بندی برید به جواب درست میرسید اگه روشتون رو درست اجرا کنید، ولی ممکنه یه روش طولانی تر یا کوتاه تر باشه. دارم خودم حل میکنم دیگه، بچه ها فقط جواب میدن، من همه رو خودم حل میکنم.
خب بچه ها یه نفر بیاد داوطلب شه جواب بده. سلام. خوبی؟ قربونت، مرسی. محمد پارسا زاوی هستم. از کجا تماس میگیری محمد پارسا جان؟ از مازندران شهر قائمشهر. آه خیلی عالی. بفرما محمد پارسا جان، جوابو چی در آوردی؟ من میگم که اولی میشه مت، دومی میشه پت و امروز هم یک شنبه است. آفرین. جواب دیگه ای نداره؟ نمیدونم. نه فکر نکنم. من همین فقط بهتونستم بگیرم. خیلی عالی. مرسی. متشکر. حالا من حل میکنم مرسی. اینو بچه ها با حالت بندی. دقت کنید. اینجا به نظر من دو تا حالت میگیرم من با این حالت ها میرم. آ رو میگیرم مت، ب رو میگیرم پت. آ رو میگیرم مت، ب رو میگیرم پت. آ الان دروغ گفته، ببخشید، مت گفته که من جمعه ها دروغ میگم، راست گفته، این درسته. پتم گفته من دوشنبه ها دروغ میگم، اینم درسته. پس نتیجه میگیریم که یک شنبه است. حالا آ رو میگیرم پت، ب رو میگیرم مت. ببینید حالا به جای حالت بندی روزهای هفته اومدم این حالت رو گرفتم، چون راجع من و روزهایی که دروغ میگن داره صحبت میکنه. نگاه کنید، پت داره میگه من جمعه ها دروغ میگم، خب داره دروغ میگه. مت هم داره میگه من دوشنبه ها دروغ میگم، اینم دروغ میگه. بچه روزی رو نداریم که جفتشون دروغ بگن، پس این حالت قابل قبول نیست. دو حالت بیشتر نداریم، یا آ پت بی مت یا برعکس. من دو حالت رو در نظر گرفتم، جمله هاشون رو بررسی کردم، دیدم میشه یک شنبه مت و پت باشن، پت و مت باشن، جفتشون دروغگو میشن. هیچ روزی رو نداریم که جفتشون دروغ بگن و همین. بچه ها فایلی رو که در اختیارتون میذارم ادامش 4 تا سوال دیگه از این نمونه هست، ادامه داره، حتما اینا رو حل کنید. حتما اگر نظر منو میخواید به سه روش حالت بندی حل کنید هر کدومو، چون روش تمرین میکنید روش هاتونو. 4 تا سوال دیگه، 3 تا روش برید انگار 12 تا سوال حل کردی. اشکال نه، 12 تا سواله، 12 تا سوال رو حل کن، روش های حالت بندی تو تمرین میکنی. بچه حالت بندی خیلی روش مهمیه. یاد بگیرید حالتی رو دوبار نشمارید یا یه حالتی رو جا نندازید. تا جلسه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.